با آغاز شدن موسم سرما تشویش و تردد کارمندان اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بیشتر است. باریدن برف زیاد و نهایت سرد آمدن آب و هوا در بعضی گوشه و کناری مملکت مشکلات بیشی را به میان آورد. از برف‌ریزی زیاد عالم نباتات و حیوانات بیشتر بدان و خوراکه نیاز پیدا میکنند، مخصوصا در آن منطقه‌هایی که به مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان واگذار است، مشکلات را بیشتر مینماید. در فصل سرما زیر برف ماندن علف‌های طبیعی و برگ‌های درخت وضع زندگی پرندگان و حیوانات نادر در دامنکوها و بلندیها به خوراک افزوده است. از این لحاظ کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان در این دوره مسئولیت بیشتر را احساس می‌نمایند. کارمندان ساحه در دهه‌های سید، روگده و غوماسکی بلندی برف یک متر را تشکیل می‌دهد. مرتبه سوم است که در جای جمع‌شوی پرندگان و حیوان‌های وحشی، کاه و دان اینچنین میوه‌های خشک از قبیل زردالو، سیب و کارتوشکا پوشیدند. محولات امروزینا این های بار سیم های که ما کروی بیوتخنیکی را حدود مؤسسه در دهه های سید گذاروندیم قیمه است. حالا با در دهه های روگده کروی بیوتخنیکی گذاروندیم. ذخیره برای کروی بیوتخنیکی ما قبولی میوه خشک، جو، گندم، کوکروز، علف ذخیره کردیم که در نقشه هست که تا آخری ماه مرتب ده بار کروی بیوتخنیکی زرونده شود. در جماعت دهات جاویدان، تخر و راوند که در قسمت ونج بالا جایگیر میبوشند، بارشات برف از میار زیاد بوریده، کارمندان خواجگی جنگل ناحیه با استفاده از دو سر اسب و کارمندان ساحه دان و علف را با دامنه کوههای سربلند و برپوش برده و تازه کردن برف حدود خرسنگ ها در جایهای معین برای حفظ عالمی و هوش مسدود خوراکت تامین نمودند. زیرا فرامدن حیوان های جفتسوم وحشی در این موضع بیشتر به مشاهده میرسد که کارمندان خواجگی جنگل ناحیه ونج این منطقه را محض با مقصد پیشگیری پرندگان و حیوانات چاره بینی های تجلی بیوتخنیکی گذرانیدند. برای راه اندازی نمودن کارهای بیوتخنیکی مسئولین خواجگی جنگل ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان 8 تن علف، 2.5 تن غلادونه، 3.5 تن میوه خشک در انبارخانه ذخیره کرده برای حفظ عالم پرندگان و حیوان های طبیعت خوراکه تامین کرده، در روزهای اخیر موادهای غذایی در موضوعهای مختلف بلندکوهی جای زیست پرندگان و حیوانات است دسترس گردید. از اول سال علف جمع آوری کردیم برای زمستان گذروندن، گندم 2 تن 770 کیلوگرم، جو همین نمود 1581 کیلوگرم، میوه قاق 3 تن 290 کیلو، از این زردالو 2 تن 600 کیلوگرم، سیب قاق 800 کیلوگرم، آلوچه کوهی 420 کیلوگرم، کارتوشک 2 تن 225 کیلوگرم ما در مؤسسه دولتی خواجه جنگل ونج ذخیره کردیم که برای گذراندن زمستان پرندگان و حیوانات وحشی. کارمندان خواجگی جنگل ناحیه ونج در روزهای زمهریر فصل زمستان برای حفظ عالم میوه‌هوش مسئولیت بیشتر در نزد خود گذاشته، برای به مشکل پس سر کردن زمستان تدبیرهای زیادی را در این سمت عملی می‌سازند. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان در اختیار خود بیش از 85833 گکتار جنگلزار واگذار شده، بیش از 20 نفر کارمندان بهره بنیاد و برقرار کردن این ثروت بی‌بهای طبیعت جهد و تلاش دارند. در روزهای اخیر کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان 910 کیلوگرم غلادونگی، 720 کیلوگرم میوه خشک، 750 کیلوگرم کوه، 270 کیلوگرم کارتوشکا در کارهای بیوتکنیکی صرف کردند. بارشات بعد این سال از 1 متر زیاده مثلا در حدود ونج بالا که همینجا حوزه ما استادیم 10000 از سطح بحر بلندی داره که بارشات بحر در اینجا همه دهها بسیارتر می شود. تا 1 متر 20 سانتی حوزه در اینجا برف حوزه در اینجا. از سال 2021 ما در حدود خواجگی جنگل 30 تا خانه ویران کنی رو آشکار نمودیم که 13 تاش پروتکل ماموری شد که با بودجه دولت 5460 سومان ما داخل کردیم و 17 تاش سند بود که با مبلغ 10640 سومانی این همه مبلغش دولت یواجو کرده شد. تصمیم داریم که تا آخری ماه مارس در حدود همین مؤسسه دولت خواجگی جنگل ناحیه ونج ما یک 4-5 مرتبه دیگر باید کارهای بیوتکنیکی رو گذارانیم که بارشات برف در این فصلهای در این دو ماه بسیارتر میشوند. ما مقصد داریم که باز همین گذاراندن کارهای بیوتکنیکی رو دوام دهیم. در جنگلزار حدود مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه ونج همه گونه حیوانات نادر که در کتاب سرخ تاجیکستان داخل می باشند و خوردن ممکن است. از این لحاظ محافظت آنها در شرایط سرد زمستان وظیفه اولین درجه جنگلبان ها و کارمندان حفظ محیط زیست می باشد. هر یک فرد خودآگاه و خویشتنشناس باید نسبت طبیعت دیار خود هیچگاه بی‌پروا نباشد. با وجود سردی های طبیعت کارمندان ساحه از تمام امکانات های موجوده ثمره استفاده می برند.